سبحانك يا من لا شريك له سبحان سبحانك يا من لا شريك له سبحان سبحانك يا من لا شريك بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و, و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین بحث ما در قسمت صرف اسم در بخش تقسیم دوم و مبحث دوم که تقسیم اسم به زامد و مشتق بود ارز کردیم که هشت مورد از مشتقات رو در اینجا بحث میکنه اسم فاعل، اسم مفعول، صفت و مشبه، سیغه، مبالغه، افعال تفصیل و اسم زمان و مکان و آلت بحث ما در اسم فاعل بود وزن اسم فاعل و ساختن اسم فاعل کیفیت ساختن اسم فاعل که از مزاره معلوم گرفته میشه وزنهای خاص خودش رو عرض کردیم و شش ای که داشتند در پایان چند نکته بود که دیروز یکی رو سریع عرض کردم منتها ناقص بود دو تا مطلب در مورد اسم فاعل که یکی رو در آخر جلسه گذشته خدمتون ارز کردم این بود که این زاربان چه سیغه دوی زاربون زاربانه و زاربون که سیغه سیه فرقش با یزربان و یزربون یعنی در واقع این هم نون داره یزربان و یزربون هم نون داره اینا هم نون دارند اینا هم نون دارن اینا هم الف دارند یا واو دارند یزربان یزربون هم الف یا واو داره فرقشون تیه عرض کردیم که واو یا الف در فعل زمیر اسمه اما واو یا الف در اسم فاعل که زاربان الف زاربون واو اسم نیست زمیر نیست بلکه علامت مسناست به دلیل اینکه اگه زمیر بود زمیر مبنی است مبنی در حالات مختلف اعرابی تغییر نمیکنه چونکه مبنی است و عامل درش تاثیر نداره اما در حالی که ما میبینیم این علف در اسم فایل البته در حالت رفعی همین علفه در حالت نصب و ذری تبدیل به یا میشه همین که این علف تبدیل میشه به یا بس معلومه که این مبنی نیست اگه مبنی بود تغییر نمی کرد و همینطور این نونی که در اینجا هست نون عوض از تنوین اما نونی که در یزربان و یزربون هست نون عوض رفعه یعنی علامت رفع و اعرابه نه علامت تنوین چون که در فعل تنوینی وجود نداره این نکته اول نکته آخر که در مورد اسم فاعل ارز کنم و اونم اینه که اسم فاعل شش سیغه داشت یعنی شش سیغه زاربون که گفتیم در سیغه هم ارز کردم نفرمود که برای مفرد مذکر غایب این زارب اسم فاعله اسم فاعل این فعلی که ازش ساخته شده یعنی از مزارع معلوم که گرفته میشه مثل مزارع معلومه از چه جهت مثل مزارع معلومه از این جهت که مزارع معلوم چون که معلومه نسبت میده به فائل یعنی برای ف... خودش فائل میگیره اسم فائل هم برای خودش فائل میگیره یعنی اسناد میده به فائل منتها فائل در فعل هر سیغهی فائل خاص خودشو داره یعنی شما اگه بگید یزربو دیگه فائلش هوه زمیر اگه باشه اسم ظاهر میتونه باشه اگه زمیر باشه هو است تزربه سیغه چهار هی است تجربه سیغه هفت انت است ازربه سیغه سیزده انست قطعا و نزربه هم قطعا نهنست یعنی نمیتونه این سیغه ها مثلا ازربه زمیرش هوه باشه امکان نداره اما اسم یعنی مخاطب یه سیغه خاصی داره قائب یه سیغه خاصی داره و متکلم هم یه سیغه خاصی داره اما اسم فائل سیغه اینجوری نیست یعنی شما زارب که میگید میتونه این زارب نسبت بده به زمیر قائب مثلا زیدون زاربون هوه درش باشه میتونه اسناد بده به زمیر مخاطب انت زاربون چه انت مستطر باشه یا انه زاربون که انه درش مستتر باشه یعنی اینجوری نیست که اسم فائل فقط م... یعنی یه سیغه منحصر به غائب داشته باشه یا مخاطب یه سیغه میتونه در غائب میتونه در مخاطب و میتونه در متکلم استفاده بشه و همینطور زاربانه میتونیم بگیم هما زاربان میتونیم بگیم انتما شما دو نفر زاربان میتونیم بگیم نهنو زاربانی که زمیرش نهنو باشه این تفاوتی است بین اسم فاعل و فعل و به همین دلیل اسم فائل سیغش شش تا شده به خاطر اینکه یک سیغ قابلیت, سیغ قابلیت داره که زمیر غایب یا زمیر متکلم و زمیر مخاطب رو داشته باشه البته این یه نظره بعضی هم معتقدن که اسم فاعل همیشه زمیر غایب توشه مثلا وقتی میگیم که انت زاربون اینجا میفرماین که انت زاربون در زاربون فاعل انت است که مستتره مثل اینکه بگیم انت تزربو در اینجا انت مستتره منتها بعضی ها معتقدن که همیشه در اسم فائل زمیر غائب مستتره زمیر مخاطب و زمیر متکلم مستتر نمیشه در اسم فائل و همینطور اسم مفعول هم همینطوره و در موردی که استعمال شده در مخاطب مثلا من میگم انتظاربون اونجا میگن باز هوست منتها در واقع اینجوری میگن انتظاربون یعنی انت رجلون زاربون انت شخصون زاربون یعنی تو یه شخصی هستی که زارب است اون شخص باز هوه برمیگردونن حالا در اینجا اختلافی است میتونید مراجعه بفرمایید اما بحث بعدی ما در واقع مشتق دوم ما اسم مفعوله اسم مفعول از یه جهت با اسم فائل شباهت داره و از یه جهتی تفاوت داره از این جهت که یادتون باشه در اسم فائل ما دو جلسه پیش توضیح دادیم حدوس رو که مقابل صفت مشبه که ثبوت بود در حدوس و حدوسی بودن اسم مفعول شبیه اسم فائله اما اون چیزی که فرق داره اسم فع... مفعول با اسم فاعل اینه که اسم فاعل دلالت میکنه یعنی یه کلمه است که دلالت میکنه بر چسی یا چیزی که کار توسط او انجام شده از او صادر شده کننده کار دلالت بر کننده کار میکنه اما اسم مفعول اسمی است و کلمه است که دلالت میکنه بر چیزی یا کسی چه کار بر روی او انجام شده شما وقتی میگید منصور یعنی یاری شده یعنی کسی که یاری یک فرد دیگه بر روی او انجام شده یا مضروب زده شده یعنی زدن یک نفر بر روی او واقع شده این معنای اسم مفعوله فلزا تعریف اسم مفعول رو داشته باشیم میگیم اسم مفعول یک کلمه ای است که دلالت میکنه بر چسی یا چیزی که کار فاعل و حدث بر روی او واقع شده حدوثا این هم حدوسی داره یعنی حدوسیه با اسم فاعل در اینزاش فرقی نمیکنه یعنی لسانش حدوس لسانش اینه که یه زمانی نبوده لسان ثبوت و استمرار نداره این تعریف اسم مفعوله بحث بعدی در مورد اسم مفعول اصل اسم مفعوله اصل اسم مفعول و ریشه اسم مفعول که در واقع ما اسم مفعول رو از اون درست میکنیم عبارت است از فعل مزارع مجهول یعنی از فعل مزارع گرفت میگیریم منتها مزارع مجهول البته این هم همین طوره غالبا سیغه اول رو از مزاره میگیریم بقیه سیغه ها رو که غالبا شش سیغه خواهد بود البته بعضی وقتا تا 14 سیغه شی الان عرض خواهیم کرد در موردی که شش سیغه باشه بقیه اون شش سیغه رو با توجه به سیغه اول یعنی سیغه دوم رو از اول سوم رو از اول چهارم رو از اول, اول، پنجم و ششم رو از همین سیغه چهارم اخذ میکنیم در هر حال کلیتش اسم مفعول اصلش همین فعل مزارعه مجهول خواهد بود و دوستانم دقت کنند اگه اصلش فعل مزاره مجهول چه هست اگه اصلش فعل مزاره مجهول چه هست پس مثل فعل مزاره خواهد بود در تی در این چه فعل مزاره به نائب فاعل نسبت میده اسم مفعول هم به نائب فاعل نسبت میده چما این چه اسم فاعل چه از مزاره معلوم گرفته میشد اون رو از مزارع معلوم میگرفتیم مثل مزاره بود در اون حیث یعنی مزاره, مزارع معلوم بود مزاره معلوم که به فائل نسبت میده اسم فائل هم به فاعل نسبت میده اسم مفعول هم به نائب فاعل نسبت میده اما وزن اسم مفعول وزن اسم مفعول از سلاسی مجرد بر وزن مفعوله مثل زربه یزربو چه یزربو اونم میشه مزروب یا یونسرو منصور این وزن سلاسی مجرد همیشه بر وزن مفعول البته در سلاسی مجرد اما در غیر سلاسی مجرد یه وزن واحدی نداره اما قیاسیست است به این صورت که مزارع مجهول رو میاریم مزارع مجهول رو ما در بخش فعل خوندیم که حرف مزارع مضموم و ما قبل آخر مفتوح میشه همین مزارع مجهول رو میاریم هر بابی باشه سه ثلاثه مزید سه ربایی مزرد سه ربایی مزید باشه اون مزاره مدسول رو میاریم فقط با یه عملیه این اسم مفعول رو درست, کن... درست, میکنیم و اونم اینه که حرف مزاره که یه حرف مزاره مزمومه بر و به میم میمه مزموم قرار میدیم دیگه نمیگیم ما قبل آخرش هم مفتوح میکنیم با اینکه مفتوحه چرا به خاطر اینکه همین که ما میگیم از مزاره مجهول ساخته میشه ما قبل مزارع ما قبل آخر در مزاره مجهول حتما مفتوح هست پس فلزا در وزن غیر سلاسی مزرد اسم مفعول یه فرقی با وزن اسم فائل در غیر سلاسی مزرد داره یعنی هر دو هم بازی مشترکی اشتراکی دارند و اون هم اینه که هر دو اولش میم مضمون میاد چه اسم مفعول غیر سلاسی مزرد اولش میم مضمون میاد اسم فاعلم در غیر سلاسه مزرد اولش میم مزموم میاد فقط تنها تفاوت در لفظ ما قبل آخره یعنی ما قبل آخر در اسم مفعول مفتوح میشه در اسم فائل مکسور میشه مثلا از اسلم یسلمو یا از اکرم یکرمو از استخرج یستخرجو ما اینا اسم فاعل درست کنیم میگیم از اکرم یکرمو میگیم مکرم یا یستخرجو میگیم مستخرج اگه اسم فایل درست کنیم یستخرجو رو مجهولش میکنیم میشه یستخرجو بعد حرف مزاره رو بر میداریم از اولش به جاش یه میمه مزمون میذاریم میشه مستخرج پس مستخرج اسم فاعلشه چه از یستخرجو درست شده مستخرج اسم مفعولشه چه از یستخرجو فعل مزاره مجهول ساخته شده این هم وزن اسم مفعول در غیر سلاسی مزرد بس دوستان دقت کنن وزن اسم مفعول در سلاسی مزرد کلا بر وزن مفعول در غیر سلاسی مزرد از مزاره مجهول فقط با قرار دادن یه میمی مزموم به جای حرف مزاره و ما قبل آخر چون که مفتوحه دیگه نمیگیم مفتوح کنید حتما مزاره مجهول ما قبل آخرش مفتوح خواهد بود این یک نکته نکته بعدی در اینجا در همین ساختار اسم مفعول دوستان الان ارز کردیم که اسم مفعول از فعل مزارع مجهول ساخته میشه این یک نکته ما در بخش فعل در بحث معلوم و مجهول گفتیم که مجهول فعلی است که فاعلش هست شده و مفعولش به نشسته ما چه گفتیم مفعول بذاش نشسته پس معلومه که فعل مجهول باید از فعل متعدی ساخته بشه مثلا زرب یزربو میشه یزربو این از متعدی ساخته میشه اگه احیانا فعلی هم لازم بود مثل زهب زهبو اگه خواستیم مجهولش کنیم مستقیم مجهول نمیشه نمیشه زهب زهبو باید اول این فعل رو متعدی به حرف جر بکنیم یعنی با یه واسطه متعدیش بکنیم وقتی که متعدی کردی مفعول دار شد بعد از اون فعل مجهول درست میکنیم مثلا زهبه رو میگیم زهبه بهی به معنای برد او را الان میشه متعدی الان میشه مجهولش کرد بگیم زهبه بهی یا یزهب بهی یعنی میبرد او را یزهب و بکم میبرد تو را اینجا الان میشه مجهولش کرد میگفتیم که یزهب بهی یزهب بهما چه سیغه فعل تغییر نمی کرد اینها رو در بخش فعل عرض کردیم فقط حرف در متغیر میشه و عوض میشه تا چار دستیقه صرف میشه یوزهب و بهی یوزهب و بهما یوزهب بهم تا یوزهب بی و یوز و بنا در اسم مفعول هم ما گفتیم که اسم مفعول از مزارع مجهول ساخته میشه دوستان دقت کنند ما نگاه میکنیم به اون فعل مزارع مجهول اگه فعل مزارع مجهول بیواسطه متعدی بود یعنی متعدی به نفس بود که بیواسطه مجهول شده مثل یوزربو و از این اسم مفعول بر وزن مفعول درست میکنیم میشه مزروب بعد همین شش که در اسم فائل گفتیم به همین کیفیت در اینجا هم درست میکنیم یعنی میگیم مضروب از یوزربو ساخته شد بعد از همین بعد از همین مضروب درست یعنی تصنیه رو درست میکنیم میگیم مضروبان با اضافه کردن الف و نون مزروبونه، برای مؤنث مضروبتان از همین مضروبت درست میکنیم مضروباتون یا منصور میگیم منصور رو از همین یونسرایی که متعدی به نفس بود و مجهول شده بود بدون واسطه همین یونس از یونسر و منصور درست میکنیم میگیم منصورون منصوران منصورون منصورتون منصورتانه منصوراتون همین به همین کیفیتی که در اسم فائل بود البته فرقی داره که این اسم فائل نیست در معنا اسم مفعول کار بر روی او واقع شده و اون زمایری که بهش اسناد میده فاعل نیستند بلکه نائب فائلند و الا در اصل ساختار فرقی با اسم فائل ندارند اما اگه فعل مجهول ما از اون فعل مجهولی است که با واسطه مجهول شده با حرف زر متعدی شده بعد مجهول شده مثل یذهب و بهی برده می آن شخص غائب در اینجا اسم مفعولی که درست می باز با واسطه خواهد بود چون که اسم مفعول مثل مزاره مجهوله اگه مزاره مجهولش با واسطه است اسم مفعولش هم با واسطه است اگه اسم مفعول با واسطه درست کنیم بر وزن مفعول درست میکنیم میگیم مثلا مذهوبون به دیگه اینجا خود مذهوب رو صرف نمی کنیم یادتون باشه در فعل هم خود یوزهبو رو صرف نمی کردیم می گفتیم یوزهبو بهی یوزهبو به ما ببینید یوزهبو رو نگه میداریم داریم بر حالت واحد نگه میداریم. داریم این بهی به ما بهم رو تا چار دستیقه صرف می کنیم در اینجا هم اسم مفعول اگه از همچی فعلی درست بشه که با واسطه متعدی شده ما در اینجا خود اسم مفعول به صورت سیغه اول حالا در اگه در سلاسه مزرده بر وزن مفعول اگه در غیر سلاسه مزرده حالا از مزاره مجهولش که میمیم از رو میاریم خود اسم مفعول و سیغه اصلی اسم مفعول رو ثابت نگه میداریم بعد اون حرف جر رو با اون زمیر تکرار میکنیم یعنی صرف میکنیم مثلا به عنوان مثال و بهی اگه بخوایم اسم مفعول درست کنیم میشه مذهوبن بهی مذهوبن بهما مذهوبن بهم مذهوبن بهها مذهوبن بهما مذهوبن بهنه مذهوبن بکه مذهوبن بکما مذهوبن بکم مذهوبن بکه مذهوبن بکما مذهوبن بکن مذهوبن بی و مذهوبان بنا ملاحظه فرمودید عین فعله پس دوستان دقت کنن که اسم فائل یه فرقی هم با اسم مفعول چی داره این، اینه اسم فائل همیشه شش سیغه رو داره فقط همین زاربون زاربان زاربون زاربتون زاربتان زاربات فقط همین اما اسم مفعول همیشه شش سیغه رو نداره اسم مفعول در صورتی این شش سیغه رو داره چه از فعل مزارع مجهول بیواسطه چه در واقع متعدی به نفس بود ساخته بشه بله همین شش سیغه رو داره چه خود اسم مفعول صرف میشه مثل منصورون منصوران منصورون منصورتون منصورتان, منصورتان منصوراتون اما اگه اسم مفعول از فعل مزارع مجهولی که با واسطه مجهوله به واسطه ی حرف زر متعدی شده و مجهول شده در اونجا دیگه چهارده سیغه داره مثل فعل مجهول خودش اصل سیغه اسمفول ثابت میمونه و این حرف زره که با زمیر تکرار خواهد شد که طبیعتا دیگه مذهوبون به در مخاطب استفاده نمیشه مذهوب به کچه مخاطبه در غائب استفاده نمیشه مذهوب بی که متکلمه در مخاطب یا غایب استفاده نمیشه چون که استفاده نمیشه ما مجبوریم تمام سیغه های یعنی 14 دستیقه رو بیاریم اما اگه منصور اینجوری شد دیگه اون مخاطب هم استفاده میشه غایب هم استفاده میشه متکلم هم استفاده میشه فلزا نیازی به تکثیر سیغه ها به 14 دستیقه نداریم همین شش سیغه کفایت میکنه. این مطلبی است در مورد مطلبی بود که در مورد وزن اسم مفعول عرض کردیم اما مطلب بعدی در مورد و این زمایر که در اسم فائل گفتیم که زیدون زاربون هوه میتونه درش باشه یعنی اسناد بده به هوه یا انت زاربون انت انا زاربون انا دقیقا اینها هم در اسم مفعول هست البته اسم مفعولی چه بیواسطه است مثل منصورون میتونید بگید انا منصورون انت منصورون هوه منصورون اون تا اگه متعدی به حرف جر باشه دیگه واضح خود حرف جر با زمیر میاد مزهوم بهی بهما و الآخر که خود زمیر میاد تنها فرقی که اسم فاعل با اون دسته اول اسم مفعول داره اینه که اون چیزی که زمیری که اسم فاعل بهش نسبت میده زمیر است چون که اسم فاعل از مزاره معلومی که فائل داره ساخته میشه اسم فاعل هم همینطور اما زمیری که اسم مفعول بهش نسبت میده زمیر که بهش میگن نائب فائله مطلب بعدی در مورد اسم مفعول خدمتتون ارز کنم و اونم اینه که اتحاد وزن اسم مفعول و مستر میمی در غیر سلاسی مزرد ما اسم مفعول رو که در غیر سلاسی مزرد ارز کردیم که از مزاره مجهول با آوردن یه میم مضموم در اولش ساخته میشه شما اگه توجه داشته باشید ما قبلا در مستر میمی گفتیم مستر میمی در سلاسی مزرد بر وزن مفعل یا مفعله در غیر سلاسی مزرد اینجوری گفتیم که از مزارع مجهول درست میشه یعنی بر وزن مزارع مجهول با قرار دادن یه میم مزموم به جای حرف مزارع این حرف ما که در مستر میمی گفتیم دقیقا همین اسم مفعول هم همین وزن رو داره یعنی ما در مستر میمی غیر سلاسی مزرد گفتیم از مزارع مجهول بر وزن مزارع مجهول با قرار دادن میمی مزمون به جای حرف مزارع چه میشه مستر میمی به معنای مستر داره معنای حدسی داره الان در اینجا هم گفتیم در غیر سلاسی مزرد اسم مفعول هم همینطوره یعنی از مزارع مجهول ساخته میشه با قرار دادن میمی مزمون به جای حرف مزارع اینها در ظاهر بالاخره یک سیغه دارند مثلا اگه بخوایم از استخرجه یستخرجو استخرج یستخرجو استخراج مستر میمی درست کنیم به معنای مستر میشه مستخرج یعنی استخراج یعنی خارج کردن اگه اسم مفعول درست کنیم باز میشه مستخرج منتها نه به معنای خارج کردن به معنای خارج شده مستخرج به معنای اسم مفعول یعنی خارج شده یا از اکرم یکرمو اگه اسم مفعول درست کنیم از یکرمو میشه مکرم یعنی شخصی که اکرام شده اکرام شده اگه مستر میمی بخوایم درست کنیم همین وزن رو داره مکرمه اما به معنای اکرام کردن پس بینید مستر میمی معنای مستری و حدسی داره اسم مفعول معنای صفتی و وصفی داره چه کار بر روی او واقع شده اما وزنها یک چیزه وزنها در ظاهر مشابه همه ما در اینجا چیکار کار کنیم؟ اینجا دیگه راه تشخیص این که مثلا کلمه مکرم رو به ما دادند ما از کجا بفهمیم که این اسم مفعوله یا مستر میمیست یا مستخرج رو به ما دادند ما از کجا بفهمیم که این مستخرج اسم مفعوله به معنای استخراج شده یا نه مستر میمیست به معنای خارج کردن طلب خروج کردن مستر میمیست میفرمایند که راه تشخیص اینها فقط قرائن خارجی است یعنی از خود لفظ نمیشه استفاده کرد قرائن خارجی این رو مشخص میکنه من میخوام یه قرینه به عنوان یه مثال قرینه رو عرض کنم به عنوان مثال عنایت بفرمایید مثلا شما بگید که زیدون مکرمون در یه عبارتی میبینیم که نوشتن مثلا یا گفته میشه که زیدون مکرمون زیدون مکرم چه اسم فاعل یعنی اکرام کننده مستر میمی می بر این وزن نمیاد اما زیدون میبینید مکرم حالا خود مکرم رو فی نفسه یعنی خود سیغه مکرم رو قرائن نباشه باید در کنار زید نباشه خود مکرم رو شما نگاه کنید احتمال داده میشه که این مکرم شاید اسم مفعول باشه یعنی صلاحیت داره سیغه میتونه به معنای اسم مفعول به معنای اکرام شده و میتونه به معنای اکرام کردن باشه اما وقتی که شما در کلام استعمال میکنید بالاخره اون سیاق کلام قرائن در, در کلام وجود داره که ما رو هدایت میکنه و راهنمایی میکنه به این چه این چه سیغه ایه مثلا اگه در یه کلامی گفته شد که زیدون مکرمون زید مکرمه اینجا قطعا مراد حالا معنا میکنیم مستر میمی مستر میمی معنا کنیم معنا این میشه که زید اکرام کردن است اسم مفعول معنا کنیم میشه زیدون مکرمون یعنی زید اکرام شده است کدوم معنا درسته؟ قطعا دومی درسته نمیگن که زیدون مکرمون یعنی زید اکرام کردن است زید چه اکرام کردن است معنا نداره چه ما اینکه بگیم زید زدن است زید زننده است یا زده شده است میشه اما زید زدن چه نمیشه در اینجا اگه کسی چسی یا در یه کلامی ما دیدیم زیدون مکرمون بس از اینجا میفهمیم که با قرینه این که مکرم رو حمل کرده بر زید و اسناد داده به زید معلومه که این مکرم نمیتونه مستر باشه بس حتما اسم مفعوله با توجه به این قرائن باید تشخیص بدید که کدوم مستر میمیست و کدوم اسم مفعوله و الا بدون قرینه و با قطع نظر از اون سیاق کلام نمیتونیم ما یه سیغه اگه به شما بگن آقا مستخرت اسم مفعوله یا مستر میمی نمیتونیم بگیم نبایستی بگیم چون که مستقرزی بالاخره یه سیغه است که هم میتونه به معنای اسم مفعول باشه و هم میتونه به معنای مستر میمی باشه فلزا ما نمیتونیم بگیم به معنای حتما اسم مفعوله یا حتما مستر میمیست است فلزا جوابی که باید بدیم این خواهد بود که مستقرز یه چلمه است که هم وزن اسم مفعول رو داره میتونه اسم مفعول باشه و میتونه مستر میمی باشه حالا کدوم یک از اینهاست باید بره در کلام در سیاق کلام و با کلمات دیگه استفاده بشه و کلام تشکیل بشه ما از قرائن بالاخره تشخیص بدیم که این اسم مفعول یا مستر میمیست یا مثلا به عنوان مثال ما میگیم که فرحتو به مکرم زیدن فرحتو به مکرم زیدن یعنی خوشحال شدم به اکرام کردن زید اینجا مکرم منظور مستر میمیست ما از قرینه اینها رو میفهمیم پس خلاصه این شد که وزن اسم مفعول و مستر میمی در غیر البته سلاسی مجرد نه سلاسی مجرد چون که در سلاسی مجرد وزن اسم مفعول بر وزن مفعوله وزن مستر میمی بر وزن مفعل یا مفعله چه ایت وقت یعنی اشتباه نمیشه اما در غیر سلاسی مجرد وزنشون در ظاهر یک چیزه ما خود لفظ و سیغه رو به ما بدن که اسم مفعول یا فلانه یا مستر میمیز قطعا نبایستی بگیم فقط بگیم دو احتمال است میتونه این باشه و میتونه این باشه اما وقتی چه رفت کلام و کلام تشکیل شد ما از این کلام و معنایی که در کلام یعنی متوجه میشیم از کلام میفهمیم و تشخیص میدیم با قرائن خارجی که این مراد گوینده و متکلم اسم مفعول یا مستر میمیست این رو تو ذهنمون باشه بحث آخر و بحث پایانی که امروز خدمتون عرض میکنم بعضی از های مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعول داریم دوستان تا به حال متوجه شدن که اسم فاعل ما قبل آخرش مکسوره مثلا مکرم اسم مفعول ما قبل آخرش مفتوحه مثل مکرم یعنی اکرام شده اسم مفعول تا بعضی از داریم که به خاطر اجرای قواعد ادغام یا بعضی وقتها به خاطر اجرای قواعد اعلال اسم فاعل اسم مفعول بالاخره اون اثرش که ما از کردیم فقط تنها فرق اسم فاعل با اسم مفعول در غیر سلاسی مجرد فقط فتحه یا کسره ما قبل آخره ولی اولش هر دو میمه مضموم دارند فتحه یا کسره ما قبل آخره که اگه مفتوه باشه ما قبل آخر اسم مفعول کسره باشه میشه اسم فایل منتا بعضی وقتا به جهت اجرای قواعد ادغام چه حالا ما میخوایم دو تا حرف متماسل ادغام کنیم حرکت اولی رو میندازیم حالا حرکت اولی رو چه انداختیم بالاخره یا فتحه باشه یا چسره ادغام میکنیم الان دیگه معلوم نمیشه که این اسم فاعله یا اسم مفعوله یا به وسیله اطرای قواعد اعلال من به عنوان مثال یه مثالی رو عرض کنم شما کلمه مختار رو ببینید مختار یه کلمه است که از باب افتعال اختیره به معنای انتخاب کرد تتیز را یختیرو انتخاب میکند اختیار میکند الان اینزا یختیرو ما اسم فاعل درست کنیم بدون البته اعلال میشه مختیر اسم مفعول درست, درست کنیم از یختیرو میشه مختیر یعنی اسم فاعل مختیر اسم مفعول مختیر در هر دوتا یعنی چه اسم فایل چه اسم مفعول زمینه قاعده هشت اعلال که در مباحث فعل خوندیم گفتیم که واو یا یا متحرک ما قبل مفتو قلب میشه به الف نگفتیم که این کسره باشه یعنی خود واو یا مکسور باشه یا مفتو باشه چه مفتو چه که مکسور ما قبل آخرش اگه الف باشه تبدیل میشه به ما قبل آخرش اگه مفتوح باشه تبدیل میشه به الف خیلی خوب الان مختیر که یا مکسور ما قبلش مفتوح قلب میشه به میشه مختار اسم فائل بود مختیر اینجا هم یا مفتوح ما قبلش هم مفتوحه یعنی متحرکه که مفتوحه در اسم مفعول ما قبلش مفتوح قلب میشه به باز میشه مختار یعنی مختار اگه اصلش مختیر بوده اسم فائل مختیر اسم مفعول در هر حال هم مختیر هم مختیر میشه مختار یعنی هم اسم فاعل و هم اسم مفعول میشه مختار یعنی مختار هم میتونه به معنای اختیار کننده باشه و هم به معنای اختیار شده و انتخاب شده باشه خیلی خوب کدوم یکی از این هاست؟ ما در خود اگه به ما بگن آقا مختار چه سیغه ما نبایستی بگیم اسم فاعل. یا باید بگیم اسم مفعوله ما اینجوری فقط باید بگیم که مختار یه سیغه است که چون که درش اعلال شده میتونه میتونه هم اسم فائل باشه و هم اسم مفعول باشه حالا کدوم یک از اینها باید بره کلام یعنی متکلمی و گویندهی این رو استعمال کنه ما در اونجا باید بفهمیم که یعنی طبق قرائن البته بفهمیم که این مرادش اسم فائله یا اسم مفعوله انشاءالله مطالب یه چند تا نکته هم موند با متنش در جلسه آینده انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته